پیشگیری و درمان سرطان. چای سبز حاوی مواد ترکیباتی به نام کاتچین، فیتوکمیکال و پولیفنول است که این ترکیب‌ها نوعی آنتی اکسیدان محسوب می‌شوند. آنتی اکسیدان قابلیت مبارزه با سلول‌های سرطانی را داراست. این ترکیب می‌تواند از رشد سلول‌ها و تومورهای سرطانی جلوگیری کند. میزان شیوع سرطان‌هایی چون کلون، پوست، پانکراس و معده در بین افرادی که چای سبز می‌نوشند بسیار کمتر است. تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که افرادی که روزانه چای سبز می‌نوشند خطر ابتلا به سرطان خود را تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهند. همچنین اشخاص مبتلا به سرطان‌های نظیر سرطان خون، ریه، معده، سینه و روده که چای سبز می‌نوشند در درمان بیماری خود کمک عمده‌ای می‌کنند. محققین نوشیدن چای سبز را عاملی برای جلوگیری از ابتلا به سرطان می‌دانند، چرا که میزان آنتی اکسیدان‌های موجود در آن 100 برابر تأثیرگذارتر از ویتامین C و 25 برابر تأثیرگذارتر از ویتامین E است. توجه کنیم که ویتامین C و E به عنوان دو آنتی اکسیدان مهم مطرح هستند. به این ترتیب با نوشیدن چای سبز و دریافت آنتی اکسیدان بدن در مقابل ابتلا به سرطان مسئول می شود. تحقیقات نشان می دهد که در کشورهایی که مردم هر روز چای سبز مصرف می کنند موارد سرطان کمتر بوده است. هرچند بین این دو هیچ رابطه علت و معلولی تایید نشده است، اما چای سیاه فاقد چنین خاصیتی است. حتی اگر به مقدار زیاد چای سیاه مصرف کنید، احتمال ابتلا به سرطان روده، کیسه صفرا و مخاط رحم را افزایش می دهید. جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی. یکی از عوامل اصلی امراض و حمله های قلبی وجود کلسترول بالا در خون انسان است. چای سبز علاوه بر ویتامین های آ و سی خود باعث کاهش کلسترول در خون نیز می گردد که این موضوع خطر احتمال حمله قلبی و امراضی از این دسته را پایین می آورد. همچنین مصرف چای سبز می تواند از بروز بیماری های قلبی عروقی جلوگیری کند. مصرف روزانه 5 فنجان یا بیشتر از این چای می تواند تا 61% از بروز بیماری های قلبی بکاهد. وجود رادیکال های آزاد در سرخ رگ می تواند منجر به بروز بیماری های قلبی عروقی شود. در حالی که کاتچین موجود در چای سبز قادر است از پوشش درونی سرخ رگ در برابر رادیکال های آزاد محافظت کرده و به این وسیله از بروز بیماری های قلبی جلوگیری کند. همچنین از آنجایی که چای سبز موجب کاهش کلسترول بد خون یعنی LDL، تریگلیسیرید و فیبرینوژن یعنی پروتئینی در خون که در شکل‌گیری لخته خون نقش دارد می شود. به این وسیله از سخت شدن سرخ‌رگ پیشگیری می کند. با مصرف چای سبز کلسترول خون به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. به این ترتیب می توان با نوشیدن چای سبز میزان کلسترول خون یکی از شاخص‌های مهم ابتلا به بیماری‌های قلبی را کاهش داد. پژوهشگران معتقدند حتی پس از سکته قلبی نیز نوشیدن چای سبز باعث ترمیم سلول‌های آسیب دیده رگ‌ها و قلب شده و روند ترمیم سلول‌ها را تسریع می‌کند. نکته دیگر این است که معمولاً بعد از حمله قلبی پروتئین‌هایی در بدن تولید می‌شود که منجر به مرگ سلولی می‌شود. در حالی که کاتچین موجود در چای سبز فعالیت این پروتئین را متوقف کرد و به این وسیله سکته های مغزی و قلبی را به حداقل رسانده و سرعت بهبود را افزایش می دهد. یکی از عناصر فعال در چای سبز به اندازه آسپرین از تجمع پلاکت های خونی جلوگیری می کند که این اثر گردش خون را بهبود می بخشد. استحکام دندان ها این چای حاوی ماده‌ای به نام فلورین نیز است. فلورین سبب می شود تا ساختار داخلی دندان ها محکم شود و از تضعیف مینا و پوسیدگی دندان جلوگیری می کند. درصد بالای فلوراید چای سبز عمده ترین دلیل تأثیر مثبت آن بر دندان ها و استخوان هاست. به این ترتیب
درصد بالای فلوراید در چای سبز میتواند استخوان‌ها و دندان‌ها را در مقابل آسیب به ویژه پوسیدگی و پوکی محافظت کند.